سرگرد همایی اخیر هنرمندان هنرهای تجسمی اون شهر آثار زهره پرتوی به نمایش در اومد. همکارم آرش سری به این نمایشگاه زده و گفتگو رو با این هنرمند ترتیب داده که توجه شما رو به تماشای اون جلب میکنم. در برنامه گرد همایی هنرمندان ایرانی هنرهای تجسمی که مدت 12 سال از هر ماهه در لس آنجلس و با هدف ارتباط هنرمندان ایرانی با یکدیگر و آشنایی با کارها و رویدادهای هنری جامعه ایرانی و غیر ایرانی برگزار می شود، این بار نقاشی های آبستری زهره پرتوی به نمایش درآمد. زهره پرتوی که از سنین نوجوانی به ایتالیا رفته و تحصیلات خود را در هنرهای زیبا و طراحی صحنه به پایان رسانده، کار نقاشی را در ایتالیا و پس از مهاجرت به آمریکا نیز تا به امروز ادامه داده است. ایتالیا خوشبختانه یه جایی بود که با آغوش باز آرت رو قبول میکنه. یعنی شما هر گوشه دیواری، هر گوشه کوچه پس کوچه میرین، یه اثر هنری هست بالاخره، یه چیزی هست و اونجا نمیتونی تحت تاثیر قرار ندید. وقتی که ایتالیا بودم، چیزهایی که در ایتالیا دیدم و کارهایی که در ایتالیا کردم، مردم ایتالیا، کالچر ایتالیا خیلی روش تاثیر داشت. من ایمجینیشنم از ایران آوردم و طولش رو در ایتالیا یاد گرفتم چجوری از اون ایمجینیشن استفاده کنم. او که بیشتر عمر خود را تا کنون در خارج از ایران گذرانده است، ولی با این وجود جذابیت خلاقانه رنگ‌ها در کارهایش نوعی پیوند درونی او با ایران را به نمایش می‌گذارد. کار من یک چیزی از ایران هست، من فکر میکنم رنگ و هست یک تریسی از این کار من به ایران بستگی پیدا میکنه، ولی من مطمئنم در این ضمیر ناخودآگاه این اثر هستش، این اثر مونده، حتی اگر 5 سالم بوده، 6 سالم بوده. برای اینکه میبینم مثلا رنگایی که روستایی های ایران برای فرش، برای اینا استفاده میکنن، همه رنگای برایت، زیبا، و من همیشه جذب بودم به این. هر جور کار ایرانی رو نگاه میکنیم، اون رنگای برایتش، اون رنگای روشنش همیشه تحت شعاع قرار میده چیزای دیگر. زهره پرتوی علاقه زیادی به علوم و هسته زندگی دارد و تأثیر این مطالعات و محیط اطراف و اتفاقات زندگیش را الهام بخش اصلی کارهایش می‌داند. او که سبک اصلی نقاشیش را آبستره می‌داند، در مورد کارهایش می‌گوید: من سبک کاری که می‌کنم آبستره است. ابسترکت یه چیزی است که همینطور که می‌دونی یه سبکی هستش که من یک تصویر رو جلوی شما می‌ذارم که هیچی در این تصویر از لحاظ ویژوالی شما اینو شناسایی نمی‌تونید بکنید. مثلا یه گلدون گل نیست، یه ظرف میوه نیست. کار ابسترکتم همیشه بوده، همیشه کردم، یعنی از اونجایی که یادمه خیلی ابتدایی بوده، بعد رشد کرده، مچور شده، ولی همیشه بوده در زندگی من. ولی یه چیز عجیبی که برای من اتفاق میفته هر 5 سال یه بار، 6 سال یه بار، یه ایده‌ای خیلی جدیدی میاد توی سرم. من اینو همینجوری که هست رها میکنم و میرم به سراغ اون، برای اینکه من از کارام اسکچ نمیتونم بگیرم و این طرح رو همونجا باید پیاده کنم. برای همین اینو استاپ میکنم و اونو شروع میکنم و تا حالا در حدود میبی 5 تا 6 تا از این استایل های مختلف دارم، ولی خب همشون شروع شدن و تموم شدن، کامل هستن. این یکی از اون سری ها هستش و بیشترش هم راجع به محیط زیسته که چجوری از دور نگاه میکنی زیبان، ولی وقتی از نزدیک نگاه میکنی که چجوری با این ویستن که ما داریم رو هم میذاریم و همینجوری محیط زیستمون رو داریم اشباه میکنیم. یکی من یک تصویر رو که در افکارم دارم اینو همه رو از هم جدا میکنم و اینو اونطوری که میخوام دوباره به هم وصل میکنم و همونطوری که میبینین اینا همش تصویرایی که شکسته شده ان دوباره به هم وصل شده. او که تاکنون در بسیاری از شهرهای اروپا و آمریکا نمایشگاه‌های متعددی برگزار کرده و چندین کلکسیونر مختلف نیز کارهایش را جمع‌آوری می‌کنند، بخش مورد علاقه نمایش آثارش را برداشت بازدید کنندگان از کارهایش می‌داند. توی نمایشگاه‌ها
وقتی مردم راجع به کار من صحبت میکنن. بیشتر وقتا اون چیزی نیست که در ذهن منه. ولی اون همون نظر منه. نظر من همونه که شما چیزی رو برداشت کنین، اونجا چیزی رو ببینین که میخواین ببینین. برای اینکه من یه کار ابسترکت جلوتون گذاشتم. 100% پرسونال هستش. شخصیه. برداشت از یه کار ابسترکت. گزارش آرش راد، صدای آمریکا، لس آنجلس.